خبرهای ورزشی امشب با علی عمادی. امروز مراد محمدی کاپیتان کشتی ایران از کشتی خداحافظی کرد. علی چرا؟ دلیل این که چرا پر افتخارترین کشتیگیر کشتی آزاد ایران از رقابت ها از دنیای در واقع قهرمانی اقدام غیر منتظره خدا بزنی مدال بین‌المللی بسیار 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 تنها المپیک تنها مدال المپیک ما رو داره در سال 2008. به هر حال اون هم در آستانه رقابت‌های آسیایی گوانجو. سوالی هست که نمیشه به راحتی به اون پاسخ داد، ولی اونچه که مشخصه بحران مدیریتی در کشتی ایران الان وجود داره و ریشه این جدایی غیر مترقبه رو باید در درگیری‌هایی که چند پیش در اردوهای شمال روی داد و محمدی از اونها به عنوان بی‌حرمت شدن پیشکسوتان بزرگان کشتی نامبرد جستجو کرد. محمدی در دوران کشتی گرفتنش قهرمان جهان شد در 2006، مدال برنز المپیک تنها مدال المپیک ایران در سال 2008 رو به دست آورد، همچنین مدال برنز جهان در سال 2005، مدال برنز جهان در 2009، قهرمان بازی آسیایی شد در سال 2006، قهرمان آسیا در سال 2003، قهرمان آسیا در سال 2005، مدال نقره آسیا رو در 2004، مدال نقره آسیا رو در 2006، مدال برنز آسیا رو در 2008 در کارنامه داره. ما یه تاسف واقعا. خب یه خبر نسبتا بعد دیگه داریم. تیم فوتسال ایران در برابر روسیه متوقف شده، در بازی در برزیل انجام میگیره. توضیح بده که ماجرا چیه؟ آیا تیم فوتسال روسیه اینقدر قدرتمند شده یا تیم چهارم جهان وضعیت نامناسبی داره؟ امیدواریم که تیم ایران تیم چهارم جهان اوضاع نامناسبی نداشته باشه، اما خب بگیم که در واقع بچه‌ها رو فرم نبودن بازی دیشب، ولی تیم روسیه هم چند سالی هستش که ادعای رده چهارم رو داره و میخواد رده چهارم رنکینگ فوتسال ایران رو به خودش جهان رو به خودش اختصاص بده و رقابت سختی با ایران داره. به هر حال این تساوی در نخستین دیدار مرحله گروهی رقابت‌های فوتسال جایزه بزرگ برزیل رقم خورد. دیشب مرحله گروهی مسابقات در برزیل با برگزاری 8 دیدار در گروه‌های 4 گانه آغاز شد که در یکی از دیدارها ایران در شهر آناپولیس به مسافه روسیه رفت و در پایان با نتیجه تساوی 2-2 مقابل این تیم به تساوی رضایت داد. ایران که عنوان نایب قهرمانی دوره گذشته مسابقات رو در کارنامه داره، در مساف با تیم روسیه وسیله احسان زحمتکش و گل به خودی بازیکن تیم حریف به گل رسید. در دیگر دیدار این گروه تیم ملی فوتسال پرتغال با 2 گل از سد گواتمالا گذشت و صدرنشین شد. شاگردان آقای حسین شمس امروز مقابل گواتمالا به میدان میرن.